در پانزدهمین روز از ماه که قرص قمر کامل می شود، از این معجون سه قطره خودت بخور و پنج قطره به شوهرت بده. مبادا خلاف آنچه را که می گویم عمل کنی که هرچه رشته ای پنبه خواهد شد. دستم به دامنت خانم. برخونم چه شده همسایه؟ بجون بند وجودم درد میکند، چون حرارتی تنم را گرفته که جگرم میسوزد. ببینم تو را تب از چشمان فیداست. آره، کل بدنم را حرارت بیرون میزند، از همه جا بیشتر کف دست ها و شکم و پیشانیم. آتشی دارم که نگو نپرس. بجون بانو اگر مثل خانواده هم نبودید، هرگز دست به تیغ نمی بردم. تبش پایین می آید؟ به گمانم زمان می برد. می ترسم فرصت دوباره هم دهند و من باز نشانه لطفلی جانم بپرسم و درد خیش التیام بخشم. انسان مختار است به انتخاب. فرصتها چون نسیم بهاری زود گذرند. آنان که جای عتاب فرصتی دوباره در خانهشان میزند عزیز کردند. تو آزمونت سپری کردی لیس. هنوز از اون چه دیدم سردر نمی آورم. آهای مردم، آهای صدایم اگر می شنوید کمکم کنید. خوش آمدید. مدت هاست که به التماس و نیاز هر آنچه از آداب و رسوم می دانستیم به نیابت از گذشتگان و آیندگان من پیاده کردیم. چشم باز کن و سرزمین ببین، در قحطی و عذاب این پرندگان چنان گرفتار آمدیم که اگر سر از تنت جدا نکنیم بیم مرگ ما میرود. از کی برای قربانی شهر ما وقت میگوید؟ تعلل برای شرکت خدا، سرش بزن خلاص ما کن. به نام ایزد منان بزنید سرش را. چه آمدی بر سر خسته ای بخوان، لب بگشا که می دهد لعل لبت به مرد جان. سمسا
بد اقبال شوهر. و تو چه دانی که چه حکمت است در پس تأخیر افتادن امور؟ نان چون در آتش سوزان تن و تن بسوخت، پختگی ارزانیش کردند. یکی بود یکی نبود. بسم الله الرحمن الرحیم. چاره کارتان باشم. این همه صبر کردید و نشد. تنها 40 روز فرصتم دهید. 40 روز؟ عاشقتم نیست. به خاطر این امید و ماهیت به زندگی. بزنید در درش را که جز تشنگی و گرسنگی هیچ هم نداد. من عطارم. شاید راهی برای رهایی زمینتان پیدا کردم. شاید عقابتان چیزی میدانسته که بر شانه هم نشسته و مرا نشانه کرده. شاید منتخب شدم تا راه نجاتتان باشه. مثلا همین جلاد که این همه به کشتن من مصمم است، آیا تا کنون دهان خشکیده اش را دیده اید؟ مؤمنم که آتشی مدام گریبانش را میگیرد و اینها همه از کمکاری جگر است. احسن، جگر مهم است. یا خودتو کت خدا، آن لکه ظاهر شده بر چهرت و هر سال همین فصل سراغت را میگیرد و در برابر نور آفتاب بیش از پیش نمایان میشود. درمان همه اش را میدانم اگر مهلتم دهید. خدا، بگذار بزند قد خدا، ما حرف زدیم. خدا را چه دیدید؟ شاید راهی پیدا کردم تا از شر کلاغان خلاص شوید. شاید هم راهی برای فرار پیدا کردی. دیر که نمی شود. زدن سر من امروز یا فردا چه فرقی می کند؟ بگذارید تلاشی کنم پیش از آن که دستتان به خون بیگناهی آلوده شود حل مشکل کنیم. بیگناه؟ کدام این بیگناه؟ خودش در بین راه برایم تعریف کرد که حرفش دزدیست. نشانش همون کمربندی که از تنش جدا کردید. آن کمربند امانت از کت خدا. حرف مرا باور میکنی یا نقل اهریمنی؟ پدرت اهریمن از هم مال. چرا دل نمی کنی کت خدا؟ این پدر سوخته به هر طریقی هوای فرار از مرگ دارد. تولیا قواعد خودش رو دارد. نباید خلاف آن انجام دهیم. صحیح است. شیرمرد. بله. یادت نیست سال پیش قرار از آسمان رفته بود 7 شب آسمان بارید؟ گاو زردی داشتی پیش پای کت خدا، قربانیش کردی تا بارش تمام شود. چه شد؟ یا من؟
بر سر داستان دخترم راهیل. بزنید گردنش را. چطور باورت کنم؟ من عطارم کت خدا، علم گیاه میدانم. دروغ میگوید. اگر خدا بخواهد به هر حیلتی برکت را به خاکتان برمیگردانم. تنها 40 روز امانم بدهید، اگر نتوانستم هر آنچه خواستید بکنید. فرار میکند. اینطور نمیشود، باید با او در خلوت صحبت کنم. بیاردش به خانه ایمان. آخ جون، مهمونی خانه یکت خدا. رفتم مگه چاره ای کنم؟ راهم نداد و درد به رویم باز نکرد. دیر رسیدم انگار. شرمنده خاتون اگر کاری از دستم بر نیامد. مرضش از تمام اینانی که به رخت افتادند شدیدتر بود. میدانم که عذاب دل دارید و وقت پرگویی نیست، اما ناچارم و وامانده اگر اینجایم. بفرمایید. پدر در خانه نیست اما میرسد. گلویی به شربت و آب تازه کنید. نه خاتون، سرت سلامت. وقت میهمان و میهمانی نیست. اوضاع شربت است و چارش نمیبینم. هر ساعتی که میگذرد به تعدادشان افزوده میشود. آنچنان که مرغی از شاخی به شاخ دیگر میپرد، تب از پیشانی یکی بر جان دیگری مینشیند. هیچ چاره ای ندارد الا یک چیز. چه چیز؟ تمام تبداران را کناری از شهر یک جا نگه داشته و از مابقی دورشان کنیم، و الا اگر پلکی به هم بزنیم هیچ کس زنده نمانده. اگر چنین بود من نیز بیمار میشدم. از روز اول بر بالین تک تکشان بودم. میبینید که سلامتم به حمد خدا. حساب هر بدن از دیگری جداست. قوای خیش با پیران و از کار افتادگان یکی نکن. آمدم تا بدانی که دست تنها جدا کردنشان برایم ممکن نیست. دستی رسانده و یاریم کن که طبیب دوم شهری خود میدانی. حالم خوش نیست طبیب. کاش زنان و مردان دیگری را برای کمک سوا کنی. جان به دست و پا ندارم. دستی بر زانو بگیر و قد راست کن. وقت خمودی نیست خاتون. کنون که با شما به حرف ایستادم، یکی نور از چشمش می رود و دیگری خون قی می کند و پیرزنی هم نفس آخرش می کشد. گفتم نیم میدان شهر خالی کنند و رخت خواب و سایبان بیندازند. زنان با شما و مردانش با من. صبر کنید، میدان محل گذر است و جای مناسبی نیست. خانه ای دارم که بی صاحب افتاده. آوردنشان با شما، آماده کردن خانه با من. داخل. چشم کورت باز کن هممار. قصد جانم کردی؟ ببخش، چشم اضافی روی سرم نیست که هوای پیشانیت را داشته باشم. شدنی نیست کت خدا. وارد شدن به این خانه با بختکی بردوش محال است. جای شکوه نیست. رو که بدهی آثارش هم طلب میکند. راه درست همین است که میروی. هر کی با ما کار داره خودش بیاید. از حکیمان حافظه ضعیف بعید است. من از همان لحظه اول که دیدمت شناختمت.
ولی تو نه، همچنان به جا نیاورده ای. نه، من تو پیش از این با هم آشنا بوده ایم، میان جام نگفتم که نکند کینه ایشان نسبت به تو بیشتر شود. رکی، فامیل در آمدید، دیدم اختلاف قد آنچنان هم با هم ندارید. از چه حرف میزنی؟ چیزی به خاطرم نیست. اون روز که زنت پرید میان دکان سراغ پسرت رو گرفت. سلام علیکم عطار. علیکم السلام، خوش آمدی. خدمت گذارم. لطفا اینجاست. خانه آمد نیست. میآید. کت خدایی گرفتار دست نیاز طایفه‌ای به سمت تو دراز کرده بود که تو ندیدی و نشنیدی. ببین، اینطوری نمیشه، اینطوری نمیشه. گوشتان را بگیرید، کلامم مهم است و محرمانه. لب خونی بلدی؟ چی؟ لب خونی بلدی؟ ببین میفهمی چی میگوین؟ همسرم رو به جونم بود، کاری از دستم ساخته نبود. شرمنده، امکان ترجمه نیست. چرا؟ حرف از خانمان عطار است، ما را کار به کار ناموس کسان نیست. خوشت می آید قصه ای راهیلت را به این آن بگوییم؟ خودت که دیدی مومن، پسر گم کرده بودم، توان اجابت خواستت نداشتم. کنون اگر می بینی به بیابان زده و انگلی به دوش انگل؟ عزیزی به دوش می کشم، همه از آن است که کو به کو در پی پسر آمدم. تا آنجا که نقلت شنیده بودیم درست کار بودی و امین، اما خیرت که به ما نرسید. دنیا عجیب گرد است مرد، اگر آن روز گوش به حرف دلمان داده بودی و چاره خشکی زمین های ما میگفتی، الان با پای خودت به قربانگاه نمی آمدی. بدبختشان کردی لیس. حالا باید چه کنم؟ اگر این مردم بفهمن که تو همانی هستی که یک بار چاره ایشان نکردی، امانت نمیدهن. کاری هم دست من بر نمی آید. اگر فرصتی برایت بخرم، علاجی برای زمین های خشک بلدی؟ من که هنوز ای با ایرادش نمیدانم، توکل به خدا. باشد، اما اگر 40 روز گذشت و کاری از پیش نبردی، از من نخواه که از جانت بگذرم. قبول؟ گوش‌ها آزاد! پدر جان، با توجه به شرایط، آیا صلاح هست اینها رو نگه داریم؟ صلاح هست. اتمام حجت آنچنان که باید انجام شد. مهلتش میدهیم. رأی میگیریم. رأی میگیریم. گرفتم. به خدا که بیفایده است و فرار میکند. هرچی میکشیم از این بلندقدان است و باز امید به آنان بستید. با تکیه بر اصول گذشتگان، هر چه بزرگان بگویند انجام میدهیم. بزرگتان که چیزی نگفت. ساکت. وزنه بر پایش میبندیم تا مانع از فرارش شویم. وزنه ها بیایند. Thank you.
مادرم که مرد، سرم بر سینه گذاشتی و گفتی از امروز من مادرت. یادت هست؟ مادرم بودی نسا خاتون. یک بار به خوابم نیامدی حتی، نشانی، حرفی، سخنی. اگر بودی کجا چون این زجر استخوانم میتراشید؟ گلوبند یا خلخال؟ چیز ماجرای این منیکات که جای پاییدن پسرم رازش را سربسته نگه داشته؟ اصلا سمسام چرا باید میل دزدیدن پسرم کند؟ در قبالش اگر مال و زر اندوخته بود چیزی؟ تا لحظه مرگ اما همون بدبختی بود که بود. کاش همان روز ماجرای گلوبند و شهاب را به لیس گفته بودم. گفته بودم که حقیقت را بفهمد و نهان کند، چون بر پدر و شوهر اعتماد نباشد چه امید به غریبگان. خاک بر سرت لطیفه، برای که این طور بالو پر میزنی؟ مردمی که خیر تو را نخواستند و اعتمادی به هیچ کدامشان نیست. پدر، صدایم را میشنوی؟ پدر، چشمانت را باز کن عزیز لطیفه. قربانت بروم، نترسی، زود خوب میشوی. خدا سمسام را رحمت کند، در زمان حیاتش خیرش به کسی نرسید، ضرر و فتنه ای هم نداشت. اما با مرگش آشنایان قدیم را به جان هم انداخت. ببخش مرا اگر در دکان صدایم را بلند کردم. ای کاش تا هنوز گرفتار تب نشدی خودت رو از بیماران دور کنی. نگرانم. برای لطفعلی پیش از این میخواستم بپرسم سمسام دقیقاً چه گفت و چه پرسید؟ هیچ، نام لطفعلی رو آورد، حلالیت خواست. پناه بر خدا، سمسام چرا باید احساس گناه کنه؟ خاتون سردر نمی آورم. عرق و گیاه پونه تمام کردم. برو نچر پیرزنی را دیدم که بساط چلگیاهش برپاس. اگر رخصت دهید شما من... به ما بودنت نیاز است. من میرم. لازم نیست. برو نچر. چرا؟ خانه هم پر از پونه و بابونه دستچین است. کمی صبر کنید، به خانه میروم، همهشان را می آورم. باشد. خانه عمه نسا که پا می گذارد از کالبد دیوانه‌ای به فرشته‌ای بدل می شود.
عجیب نیست؟ اعجاز مهر است، روحش شاد. شاید الان وقت این حرف نباشد. خواسته ای داشتم. چه خواسته؟ قصد فروش این خانه نداری؟ برای چه؟ بود و نبود مرحوم نسا برکت است. خودش نیست، اما به گمانم نگه داشتن شهاب در این چهاردیواری آسان تر است. نورا هم بیش از این تاب بیقراری و شیطنتش را ندارد. گفتم اگر میفروشی. شاور، باید به زنان بیمار رسیدگی کنم. میان جهنم تبداران گل میگفتی و گل میشنفتی زرگر، مزاحمتان شدم؟ به شویت اگر اعتماد نداری، عفت لطیفه رو که میشناسی. درد همینجاست، شوهرم چشم پاک ندارد. نورا، کنار گوشش چه میگفتی؟ اگر میدانستی چه میگفتم، این چنین با زبان تلخ نیشم نمیزدی. خیال فروختن این خانه را دارد، میخرمش. فعلا دعا کن این مرض گریبان هیچ کدام ما را نگیرد. جسن چخ باسن شافر، از بس کجی میکنی خیال بد میکنم. آمدی چه کار؟ کارم داشتی؟ آمدم دنبال شهاب. به خدا میترسم لابلای اینان به هزار درد بی درمان بیفتد. این بچه بی عقل است. تو چه؟ ندیدی این مرض چطور قلقم میکند؟ صدایش کن، صدایش کن شاور. شهاب، شهاب، نگفتم سمت تبداران نرو؟ بیا اینجا نمان، برو امام صادق رو دعا کن. چشم، چشمت بی بلا جان. اگر گنج پیدا کردی به من هم بگو شاور. حرف را باید به وقت زد. همه چیز را خواهم گفت. صبر داشته باش تا زمانش برسد. با این دوال پای بر پشت کجا می توانستم فرار کنم که این وزنه‌ها را هم به پایم بستید؟ ناسلامتی پهلوان این دیاری شرط مروت و مردانگی نیست. روزگار ما ناموخته که بر چشمان خیش اعتماد نکنیم. لازم اگر بود خود نیز وصله دست و پایت می شدم. مبادا بگریزی. خداوند پسرانت را نگه دارد که همچون خودت غیورند و غیرتمند. اینان که میبینی سه تا بودن، قابیل و قابیل و راهیل. چون پای مصلحت و قاعده طولیا به میان آمد از جان او گذشتن. دیگران که جای خود دارن. دو پاش با دخترش چه کردن؟ چه بر سر دخترت آمد؟ به تو چه هم مال بد بود؟ ببخشیدش، عقلش نمیرسد که از ناموت اینان سوال نکند. شما بری به جای خواب را نشان دهید. اقبال یارت باشد که در باب اصلاح زمین خطا نکنی، وگرنه اولین کسی که قصد جانت کند منم. بروید بیرون از آبادی، گوشه کنار بیابید و بخوابید تا صبح فردا. بروید، بروید بخوابید، وقت خواب است. مرد نحس دیب بر پشت چون تو هرچه از خانمان دور باشد بهتر. پس ماته خیالم از شما راحت است. هیچ کس حریفتان نیست. حالا کدامتان حاویلید کدام قابیل؟ شما دیلاغا همیشه مایه درد سرید. وگرنده امشب به جای خفتن در میان هدف رخت خواب هم داشتیم. یک امشبی رو ببخش. چه کنم؟
خودت که دیدی در میان هیچ خانه‌ای جا نمی‌شدیم. آفتاب صبح تولیا آنچنان است که گویی نیزه بر پوست فرو می‌کنند. خنک‌ها و نسیم شبش نبین. من که خوشم، اینجا، آنجا، هر جا. از این بالا همه چیز طور دیگری زیباست. خوش باش. همینجا خوب است. به گمانم هر چهار منجا می شویم، همینجا خوب است. مرزه بشان، باز رو شد. اینجا نه. جای بهتری بلدی پسر؟ از اینجا خاطره بدی داری؟ آری. تمام مزرعه را گشتیم. یا چاله بود، یا سرگین، یا خاک روبه. همینجا بمانی بهتر است. بگرد، بگرد. بگرد. آرام. بار شیشه بر پشت میکشی، هم مال بد بود. نشستنت به آدمیان نبود. کدام آدمی را دیده ای که بر هر عضوش کس دیگری سوار باشد؟ ببخشید که دلتان رنجید، اما دیگر بخوابید که فردا روز پرکاریست. من آمدم. گفتم من آمدم. آماده ای که چه؟ که چه نداره؟ من این گونه خوابم نمیبرد. مادرم از قبل از تولد به قصه عادتم داده. به جمع چیزی تعریف کن. تو دیگر یکم شبی را بگذر. از فرط خستگی توان سخن گفتنم نیست. نیست که نیست. 400 سال است که این گونه خوابیدم. بر پشت هر کس که نشستم با قصه او خواب رفتم. یا قصه میگویی یا آنقدر پشت گوشت میخوانم و مینالم که خورشید سر برسد. تصمیمت را بگیر. میگویی یا نه؟ باشد، باشد. بگو. باشد. در روزگاری دور پیرزنی. پیرزن به چی کار من میآید؟ چه بگویم؟ عشقی بگو، عشقی خوب است. عشقی؟ آری. چرا لار شدی؟ میگویم روزی روزگاری دو دوست بودند که از قضای روزگار هر دو دل به عشق زیبا روی بی بدیل و نجیبی گرو داشتن و هر دو از راز یکدیگر بی خبر بودن، تا آنکه یکی از آن دو دوست به سفر رفت تا داراییش را به قد قامت خوشبختی دلدارش برساند. و باز گردد. وقت رفتن دلدارش را به دوست شفیقش سپرد تا از او آن شب لیث به همراه پسران پهلوان شهر راه زمین‌های زراعی گرفت و زیر و زبرشان به دقت کاوید، مگر نشانی از علل این بلا دستش را بگیرد. از کی میزبان کلاغانی؟ 6 ماه تمام. تا کی آذوقه داری؟ این سوال مهمی است پسر جان، درست جواب بده. قناعت اگر کنیم 3 ماه دیگر. اگر گشتنگی امان ما ببرد سر تک تکشان را میبریم و خورشت کلاغ درست بکنیم. چه مزائقه؟ خوردن کلاغ خام مزه میدهد، آن هم با پروبال. مردانتان غیر از پراندن کلاغ ها و بس پاشیدن چه میکنند؟ همین دو کار برای اینی بس است. زنانتان چه؟ غیز نکنید. برای آنچه در سر دارم به تمامتان نیاز دارم. مرد و زن، پیر و کودک. مزمله نکن لیس، خراب کردی. مشتی خاک به من بده. سرمنده، من مأمورم، نمیتوانم دست از پایت بکشم. با
لیس، این هم زنان شد که سراغشان میگرفتی. خسته نباشی عطار، مانده نباشی کت خودم. کاش بفهمی تماشای زوال این دیار، دیاری که خود سامانش دادم، چه تلخ است. بوی الرحمن من که بلند است، تنها آرزویم دیدن آبادی دیارم است. مردمانم نبین چنین تشنه به خون تو اند، زخم زبون چنین نشان کرده. هر آنچه که گویی کردی ما ترسک ساختیم، نگهبانی دادیم، شکارشان کردیم، حریفشان نشدیم. اما اگر عطار وعده ای که تو دادی محقق گردد، ما را مدیون خود کرده ای. نگران نباش کت خدا، امید دارم که سرزمینت جان دوباره ای خواهد گرفت. دردش را فهمیده ای؟ این خاک آنچنان مساعد است که اگر دانه ای به اتفاق هم بران بیفتد، به جنگلی بدل می شود. اگر این کلاغ ها بگذارن، چاره یافتم که از شرشان نجات خواهید یافت. شنیدید؟ شنیدید؟ شاد باشید و خوشحالی کنید که عطار وعده آبادی داده است. چرا اینجا نشستی؟ خانه مرحوم نسا را بلدی؟ بلند شو، طبیب آنجاست. برو دوایی بگیر. اینجا نشستن به امید کلیان کار درستی نیست. کجا می روی؟ آنجا خبری نیست. این بانو را برسان خانه نسا خاطره. چشم فاطمه. بروید. چشم سرت برود، اینجا چه میکنی؟ حالت خوش است؟ بله. نگفتی نیمه شب تنها میان کوچه نشستن مادرت رو نگران میکنن؟ جهان در روی کسی باز نمیکند. به خانه من میامدی خاله جانم؟ آمد پیش من خاله. من دلم پدرم رو میخواهد، من رو میبری پیش پدرم؟ پدرت هر جا که هست سالم است و آرام. اصلا بیا کاری بکنیم، چشمانت رو ببند، هرچه من گفتم خیال کن. باشد؟ باشد. درختی را ببین، بزرگ و سبز و پر از سایه.
شاخه هایش در نسیم می رقصد. صدای سار می آید. ابری سپید بالای درخت است. پدرت را ببین که تکیه داده به درخت. چشمانت را ببند. کبوتر سپیدی روی شانه اش نشسته، همون کبوتر سپیدی که دوستش داشت. چشمانت رو ببند. صدایش رو میشنوی؟ نه. من صدای پدرت رو میشنوم. میگوید هر جا که باشد هوای پسرش رو دارد. میگوید دوستت دارد تا همیشه، تا ابد. صاحب پسرم، اکنون پدرت ستاره ایست در آسمان که همه چیز رو میبیند و میشنود. پس اشکایت رو پاک کن که غمگین نشود. آفرین پسرم، آفرین. بروی؟ برم. بلند شو شو. بیا پسرم. جهان در رو باز کن. باز نمی کند. جهان باز کن، بیش از این نگرانم نکن. آمدی چه کار لطیفه؟ تمام شد کفن و دفن و مراسم میه تمام شد لطیفه جان. کاش در رو باز کنی آرام حرف بزنی. صاحب هم اینجاست، تنها میانه امامزاده نشسته بود. چه خواسته بود که چنین بیا به رویش گردی؟ یک کلام گفت حلالش کنی؟ دزدش کردی و هزار جور تهمت ناروا به او زدی. بعد هم به بوق و کرنا کردید که از مردگان این مرض دوری کنید. تنها با تنی تبدار و مریض با دو دست خودم کفنش کردم، بر زمین کشاندم و به گورستانش بردم. هیچ کدامتان نیومدید. هیچ کدام. هیچ کس نگفت. جهان بدبخت، چه کسی گور شوهرت را کند؟ چه کسی میان خاکش گذاشت؟ هیچ کس نگفت. لطیفه خاتون، هرچی میگردم طبیب نیست، گمانم جانش را برداشته و گریخته. پدرت؟ پدرم چه؟ کنارش اگر باشی بهتر است. به خانه هم برو. میان مطبخ جعبه ایست پر از گیاه، کنارش هم دفترچه ایست. هر دو رو برایم بیاور. باش. برو شعب هم کمکت خواهد کرد. بروید. خاتون، به داد من برس. میبینید که کاری از من ساخته نیست. کاری از ما ساخته نیست. دست ما بندگان بنده جایی نیست جز دامن معبود. جز خدا هیچ کس برای من نمانده. میدانم که درد میکشید، اما چاره فقط یکیست، آن هم خداست. پس زبان به ذکر و نیایش باز کنید و برای دیگری دعا بخوانید، که غیر از توکل چیزی نمیشناسم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم.
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد. آمدی خاله جان؟ لم يكن له كفوا احد. به خانه که رسیدیم مردی در زد و نامه ای آورد برای شماست. خواست خوبشم بیاید. گفتم بیایی مرض میگیری و میمیری. فرار کرد و رفت. دست خط لیس هست. درمان تب شهاب. داد میزنم. دلم میخواد داد بزنم. چی میگی تو؟ دو سال بعد زندگی من و تو هم همین بود. یادمون میرفت که عاشق هم بودیم. آره. توقع نداشته باش کسی حقو به تو بده. همونطور که هیچ کس حقو به من نداد. سلام. خیلی وقتا فکر کردم پای نفر دیگه در میونه. آره متاسفانه اتفاق بعدی افتاده که حالا میگم بهتون. آه بانو برگشته. مامی چی شده باش کن؟ مامی برو زنگ بزن پلیس، برو زنگ بزن ارساز، آمبولانس، هر چه دلت میخواد. با سیب منو بده دیگه گفت. چی شد؟ زیادش نکن. من نمیخواستم پرتش کنم. نمیخواستم پرتش کنم.